سلام بچه ها، به کانال ورد آف فکس خوش اومدید. من مهدی هستم، امروز براتون لیست 10 تایی از کارهایی آماده کردم که هر گیمری حداقل یک بار باید اونا رو انجام بده. همه ما تجربه سالها بازی کردن رو داریم، ولی موضوع اینجاست که خیلی وقتا چیزای جدید یاد نمیگیریم. من امروز به 10 کاری اشاره میکنم که هر گیمری حداقل یک بار باید اونا رو انجام بده. شماره 10. کاملا طبیعیه که هر کدوم از شما عاشق یک ژانر از بازی‌های ویدیویی باشید، یا ژانر که از بچگی با اونو بزرگ شدید. شاید بعضیا عاشق بازی‌های FPS باشن و اونا رو ترجیح بدن. بعضیا مثل خود من عاشق بازی‌های RPG هستن و ترجیح میدن این عناوین رو انجام بدن. اما موضوع اینجاست، مهم نیست که شما عاشق چه بازی ویدیویی هستید. حداقل برای یک بار هم که شده باید یک ژانر جدید رو امتحان بکنید. اون اوایل که شما بازی‌های ویدیویی رو شروع کردید، احتمالاً خیلی پیش میومد که از این ژانر به اون ژانر بپرید. اما هرچی که گذشت، سلیقه شما مشخص‌تر شد و معمولاً فقط بازی‌های یک ژانر رو انجام میدادید. خود من یه تایمی بود که فقط بازی‌های RTS رو انجام میدادم و هر بازی دیگه غیر از این بود، اصلاً سمتش نمی‌رفتم. اما هر کسی باید بازی‌های جدید رو امتحان بکنه. ژانری که تا حالا هیچ وقت سمتشون نرفته. شاید شما تا حالا بازی‌های پوینت اند کلیک بازی نکرده باشید. الان بهترین زمانه که برید سراغ اونا. یا شاید بازی‌های ترن بیس آر پی جی رو دوست نداشته باشید. می‌دونید تجربه نکردن ژانرهای جدید مثل این میمونه که یک میوه رو شما می‌بینید، ولی تا زمانی که نخوردیدش نمی‌تونید بفهمید که چه طعمی داره. شماره 9. تا حالا شده یک بازی ویدیویی رو انجام بدید، اما انقدر براتون جذاب باشه که سعی بکنید دوباره اون انجام بدید. قطعا مثل اول این کار انجام نمیدید. یکی از چیزایی که بهتون توصیه میکنم اینه که بعد از تموم کردن یه بازی ویدیویی که واقعا باحال کردید، برای خودشون چالش درست بکنید. احتمالاً توی ویدیوهای مختلف دیدید که بعضیا مثلا میان دارک سولز رو چشم بسته انجام میدن، یا چالش های اینطوری. لازم نیست چالشی که شما انتخاب میکنید خیلی خیلی سخت باشه. میتونید فقط بازی رو 100% بکنید، یا اینکه یک چیزی رو برای خودتون تعیین بکنید. مثلا من یک بازی ویدیویی انجام میدادم به اسم پروتوریاس. انقدر این بازی ویدیویی رو دوست داشتم که بعد از تموم کردنش با خودم گفتم اوکی، حالا میخوام مراحل رو بدونی که حتی یکی از نیروهام بمیره تموم بکنم. یکی از جذاب ترین چالش هایی که به هر کسی پیشنهاد میدم اونو انجام بده اینه که یک بازی ویدیویی رو بدون اینکه کسی رو بکشید تموم بکنید. یه سری از بازی هستن که به شما این اجازه رو میدن. مثلا چی؟ مثل بازی دیسانر. شما میتونید اونو بدون اینکه حتی یک کسی رو بکشید تموم بکنید. یا مثلا میتونید برید سراغ بازی جی تی ای و بدون کشتن افراد بیگناه اونو انجام بدید، یا بدون اینکه خلافی انجام بدید. اینا واقعا بازی رو از اون چیزی که هست سخت‌تر و خیلی هم جالب‌تر می‌کنه. شماره 8. بازم میخوام به تغییرات اشاره بکنم. معمولا وقتی ما بازی‌های ویدیویی رو انجام میدیم، سعی می‌کنیم از یک سبک خاصی پیروی بکنیم. مثلا من وقتی بازی‌های آر پی جی رو انجام میدادم، در 90% موارد کلاسی که انتخاب میکنم جنگجو یا شوالی است. دوست دارم با شمشیر و سپر برم دهن همه رو سرویس بکنم. مثلا تا حالا پیش نیومده که توی بازی‌های فرام سافر بخوام از کلاس جادوگر استفاده بکنم. یا اگر شما عاشق بازی‌های مالتی پلیر FPS هستید، احتمالاً مثلا همیشه اسنایپر رایفل میگیرید. خب میدونید چه چیزی میتونه بازی رو جذاب‌تر بکنه؟ اینکه حداقل برای یک بارم که شده سعی بکنید از این نقطه امنتون بیاید بیرون. مثلا شما همیشه اسنایپر هستید، بهتره چند دست رو با شاتگان امتحان بکنید. خود من عاشق کلاسای جنگی هستم، بهتره دفعه بعدی که بازی رو انجام میدم برم سراغ جادوگر. قطعا این کار رو برای شما دشوارتر میکنه، اما از کجا میدونید؟ شاید بیشتر بهتون حال بده. شماره 7. من به شخص علاقه به جمع کردن اچیومنت و تروفیا ندارم، اما احترام زیادی برای کسایی قائلم که میرن بازی رو 100% تموم میکنن و پلاتینیوم تروفی میگیرن. خب به نظر من هر کسی حداقل باید یک بازی درست درمون رو 100% تموم کنه و پلاتینیوم تروفی بگیره. خب خیلی بازی ها هستن که توی گیم پاس و پلی استیشن استور 7-8 دقیقه طول میکشن تا به شما اجازه بدن پلاتینیوم تروفی رو بگیرید. نه، من دارم راجع به بازیایی صحبت میکنم که یه ذره 100% تموم کردنشون شاید سخت باشه. نمیگم بازی هایی مثل دارک سولز و ال لرنینگ، شاید چیزهای ساده تری مثل اساسنز کرید یا اگه ایکس باکس دارید هیلو. از اونجایی که برای گرفتن پلاتینیوم تروفی شما به چالش های مختلفی کشیده میشید و کارهای متفاوت رو باید انجام بدید، به نظر من حداقل یک بار میارزه که سعی کنید خودتون رو توی این موقعیت قرار بدید، اینکه ببینید آیا از پسش برمیاد یا نه، و اینکه یک ذره بیشتر برای کسایی که عاشق پلاتینیوم تروفی هستن احترام قائل بشید، چون واقعا بعضی وقتا میتونه کار خیلی دشواری باشه. شماره 6. حتما با مقوله اسپیدران رفتن آشنا هستید دیگه. بعضی از گیمرها سعی میکنن بازی رو در سریع ترین زمان ممکن انجام بدن، که این بعض وقتا میتونه زمانهای خیلی عجیب و غریبی رو ایجاد بکنه. مثلا کسایی هستن که اسکایریم رو توی 30 دقیقه تموم کردن، یا کسایی که هیلیس رو توی 8 دقیقه تموم کردن، یا دوم اترنال رو توی 20 دقیقه. اسپیدران رفتن کار خیلی جذاب و باحالیه. خب همش که شما نباید این اسپیدران ها رو از روی یوتیوب ببینید.
یک بار هم که شده خودتون سعی بکنید بازی رو اسپیدران برید. آره قطعا نمیتونید رکورد 20 دقیقه یا 30 دقیقه‌ای بزنید، ولی حداقل میتونید رکورد خودتون رو ارتقا بدید. اینکه یک بازی رو با تمام سرعت تموم بکنید نشون میده که شما چه مهارت بالایی دارید و از اون گذشته چقدر با اون بازی آشنایی دارید که میتونید دقیق دقیق قسمتایی که باید رو برید و دشمنایی که باید رو بکشید. اسپیدران رفتن هم از نظر من یکی از تجربه هاییه که هر گیمری حداقل باید یک بار اونو تجربه بکنه یا حداقل سعی کنه اونو انجام بده. شماره 5، تا حالا شده یک بازی ویدیویی رو روی حالت هارد و یا وری هارد انجام بدید؟ احتمالاً با خودتون میگید که خیلی ها مثل شما اینطورین. اما نه، تحقیقاتی که انجام شده نشون میده که 50% کسایی که بازی های ویدیویی رو انجام میدن روی حالت نرمال این کار رو انجام میدن و 45% روی حالت آسون. فقط 5% هستن که بازی ها رو روی حالت سخت و یا بیشتر از اون انجام میدن. خب اگر اسپیدران رفتن از نظرتون کار خیلی چالش برانگیزی به نظر میرسه، چطوره که فقط درجه سختی بازی رو بالاتر ببرید؟ حداقل برید سراغ بازی که خیلی خیلی اونو انجام دادید و میدونید که از پسش برمیایید. مثلا یه سری بازی هستن مثل فارکرای، اساسنس رید که انصافا انجام دادن اون روی حالت سخت اونقدر کار برای شما دشوار نمیکنه. اصلا از کجا میدونید؟ شاید بعد از تموم کردن یک بازی روی حالت سخت دیگه دوست نداشته باشید بازی ها روی حالت نرمال انجام بدید، مثل زمانی که از روی ایزی رفتید روی نرمال و دیگه دوست ندارید به ایزی برگردید. شماره 4، خوشبختانه داریم توی دور زمانی زندگی میکنیم که بازی های ویدیویی هر روز دارن جذاب تر میشن و به شما میتونن قابلیت های بیشتری رو بدن. خیلی از بازی های مورد علاقه شما در حال حاضر قابلیت VR هم دارن، اینکه شما اونو به صورت واقعیت مجازی انجام بدید. به نظر من یکی دیگه از کارهایی که هر گیمری حداقل یک بار باید اونو انجام بده، انجام دادن بازی های ویدیویی به صورت VR و یا واقعیت مجازیه. خب میدونم که اکثر شما بازی های VRی مثل بیت سیبر رو انجام دادید. من منظورم اونا نیست، من منظورم بازی های مثل رزیدنت ایویل و یا حتی اسکایریمه. یک بار هم که شده اون بازی ها روی حالت واقعیت مجازی انجام بدید تا ببینید چه حسی بهتون دست میده. و یک سری از بازی هستن مثل هاف لایف الکس، فقط شما اونا رو میتونید به صورت وی آر انجام بدید. از جمله بهترین بازی های وی آری هستن که تا حالا ساخته شدن. اگه حداقل میخواهید برای یک بار هم که شده یک تجربه جدید به دست بیارید، به سراغ بازی های وی آر، شاید از اون خوشتون اومد. شماره 3، خب مطمئنم که همه شما با فرانچایز های معروفی مثل اساسنس کرید، جی تی ای، فار کرای، رد دد ردمشن، کال اف دیوتی و این دست بازی ها آشنایی دارید و اکثرا اونا رو انجام دادید. اما یکی از چیزهایی که به نظر من باید انجام بدید اینه که برید سراغ یک بازی ویدیویی بد. نه بازی ویدیویی که از نظرتون بده ها، بازی ویدیویی که واقعا ریده، مثل رتروبیوشن، رایت تو هل. برید سراغ این بازی ها و ببینید انجام دادنشون چه حسی بهتون دست میده. بعضی وقتا این بازی های ویدیویی به حدی بد هستن که خب جالب به نظر میرسن، مثل Deadly Premonition. همیشه که شما نباید برید سراغ بازی های تریپل ای که با کیفیت خیلی خفن ساخته شدن و پول زیادی ازتون میگیرن. بعضی وقتا بازی های بد و یا حتی بازی هایی که به صورت ایندی ساخته شدن، برید سراغ این بازی ها و اونا رو تجربه بکنید، ببینید که انجام دادن اونا چه حسی بهتون میدن. همیشه که شما نباید غذا چلو کباب بخورید، بعضی وقتا خوردن ماسخیار هم میتونه بهتون حال بده. شماره 2، خب فکر میکنم در حال حاضر خیلی تو خونه‌هاشون باید کنسول و یا حتی پی سی داشته باشن. اما توی دوره‌ای که من بزرگ شده بودم اینطوری نبود و خیلی‌ها بودن که از این نعمت ها بی بهره بودن. خب این افراد چیکار میکردن؟ میرفتن گیم نت و بازی مورد علاقه‌شون انجام بدن، یا حتی اگرم کنسول داشتن بازم میرفتن توی گیم نت تا بتونن بازی های ویدیویی رو به صورت کوآپ و یا لن انجام بدن. خب در حال حاضر نمیدونم چقدر تعداد گیم نت کم شده، اما فکر میکنم بازم چند تایی باید توی هر شهری وجود داشته باشن. پس یکی دیگه از چیزایی که بهتون توصیه میکنم اینه که حداقل برای یک بارم که شده برید گیم نت، ببینید فضاش چطوریه. خیلی حس خوبی بهتون دست میده که برید جایی که همه سرگرمی رو دوست دارن که شما هم بهش علاقه دارید. برید جایی که مثلا همه دارن دوتا بازی میکنن یا همه دارن کانتر استرایک بازی میکنن. واقعا قرار گرفتن در این موقعیت‌ها میتونه حال شما رو خیلی خوب بکنه و حتی خیلی بهتر میشه اگه با دوستای خودتون به گیم نت برید و بتونید یک تجربه دوستانه چند نفره رو داخل گیم نت به دست بیارید که مطمئنم تا سالها اون تجربه توی خاطرتون باقی میمونه. شماره 1، خب این خیلی بستگی به این داره که آیا شما به بازی‌های مالتی پلیئر علاقه دارید یا نه، تا اینکه فقط سعی می‌کنید بازی‌های سینگل پلیئر رو داستانی رو انجام بدید. اگر بازی‌های مالتی پلیئر و چند نفره رو انجام میدید، یکی دیگه از تجربه‌ای که به نظر من باید حداقل یک بار اونو به دست بیارید اینه که عضوی از یک تیم بشید.
خب لازم نیست این تیمی که شما میرید داخلش خیلی خفن باشه و داخل تورنمنت های حرفه‌ای بازی بکنه. نه، با چند تا از دوستاتون یک تیم تشکیل بدید و بعد برید توی مسابقات خیلی کوچیک‌تر، تا اینکه حتی با تیم های دیگه بازی بکنید. خیلی خیلی میتونه حس خوبی بهتون بده. اصلا نیاز نیست بهش به چشم همه تورنمنت ها به دست آوردن کلی پول نگاه بکنید. فقط به این فکر بکنید که قرار با یک سری از دوستاتون داخل یک تیم برید، با هم دیگه همکاری بکنید، نقشه بچینید و بعد با تیم های رقیب بازی بکنید. اگه شکست خوردید که خب هیچ ایرادی نداره، اما اگر برنده بشید واقعا حس خوبی بهتون دست میده. خود من تا حالا عضو یک تیم 2-2 7-8 سال پیش بودم که فقط با دوستامون بازی میکردیم، اما با این حال خیلی خیلی تجربه باحالی بود و من هنوز بهش فکر میکنم. پس یکی دیگه از چیزایی که من بهتون توصیه میکنم اینه که حداقل برای یک بارم که شده برید عضو یک تیم بشید. خب اینم از لیست امروز ما، امیدوارم که ازش لذت کافی رو برده باشید. شما میتونید چه چیزی به این لیست اضافه بکنید؟ توی کامنت ها حتما بنویسید. در هر حال اگر با این ویدیو حال کردید لایک و سابسکرایب فراموش نشه. آرزو میکنم روز خوبی داشته باشید و تا قسمت بعد خدا نگهدار.